بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. دعا و امید منو تامش مو خوب بشین، سلامت بشین. یک از رکاوٹ ها در راه بندگی خداوند متعال گناه ها است که همیشه برای هر انسان خطری زی موجود است که انسان در گناه گرفتار شونه و گرفتار شیطان و نفس اماره شونه. و یک از رای حل ها برای بچاو شدو زی گناه ها یاد آخرت است و خصوصا من یاد آخرت، یاد جهنم. بسیاری از مردم وقتی گبی جهنم مایا، وقتی درباره جهنم گفتگو مشنا، یار مگزی گبا نگین، گبای عذاب و گبای سختیار نگین، گبای رحمت خدا، محبت خداوند متعال، نعمت های الهی ازی گبا گفته شونا. دیگه اولنا پوینت، آیا مو ضرورت داره که درباره جهنم گفتگو کنی یا نکنی؟ وقتی مو رویش خودی پروردگار عالم را من قرآن توغمونی مینگنی که هم نعمت ها را ذکر کده، هم رحمت های خورا، محبت خورا، لطف خورا ذکر شکده، و دیگه طرف مومنگرنی که در امزوم مقدار در باره جهنم، باره عذاب جهنم، سختی های قبر و قیامت و برزخ در باره ازنا تذکره زنار کده. و ای بالکل کدی نفسیات انسان میچ منه. انسان در دو طریقه بعض اوقات طرف خوبیا موره یا از بدیا بچاو مشنه. بعض اوقات انسان را باید تشویق کنی، موتیویت کنی، خوبیا را بگی، انعامات را گبشی بگی تا انسان طرف خوبی بوره. و بعض اوقات از بعضی بدی ها بچاو شدو طریقه شی است که انسان نسبت ده زو بدیا ترس داده شنه. چون نفسیات انسان امیرنگ کارمونه، لحاظه پروردگار عالم هم دباره بهشت و جنت و از این چیزا ذکر شکده، نعمت ها و رحمت های خود ذکر شکده، و هم دباره جهنم و سختی های جهنم. و یک از چیزهایی که انسان را در شدت میتنه از گناه ها بچاو کنه و واقعا بسیار زیاد موثر است، او تفکر، تدبر و خواندن درباره جهنم و عذاب های الهی در آخرت است. خب درباره آخرت وقتی مو طرف قرآن رجوع منی، قرآن موری میخانی، مینگرنی که مختلف عذاب ها را پروردگار دمره برای جهنم ذکر کده و بیان شده که جهنمیا خوراک داره، جهنمیا بعض چیزا را مخره و همیتر نوشیدنی داره، یعنی مثل آوری بعض چیزا را می نوشه، خلاصه استفاده مونه اشی. دیگه ای شش دنه واقعا خطرناک خوراک و آوهایی که درباره جهنمیا و دا عذابهای جهنم ذکر مشنه اینی ناسته. یکی از غذاها و خوراکهایی که برای جهنم یاد ذکر شده من قرآن غسلین بیان شده. غسلین چی است؟ غسلین میکسچر از خون و چرک و ریم از این چیز است که از بدن جهنمیا خارج مشنه. این خوراک را ددان جهنمیا داده مشنه، من جهنم انسان در آخرت هم گشنگی داره. وقتی جهنمیا گشنه مشنه، تقاضای خوراک مونه، غسلین اونا را داده مشنه که پروردگار عالم من قرآن اینی رنگ بیان مونه. ولا طعام الا من غسلین، یعنی خوراک جهنمیا غسلین است. غسلین یعنی چرک و خون و ریم، اینا را قاطی کده یک جای ده دانی جهنمیا مین نزنه. دویمنا خوراک که برای جهنمیا ذکر شده زری است. زری چیز را مگه مختلف مفسرین بیان کرده که زری قسم خار است، یا بعضی هاش گفته زری قسم درختی درددنی والا است که بسیار بدبوی و مزهش بسیار زیاد تلخ است. هیچ تلخی در دنیا مثل تلخی از زری نیست. از تلخترین خوراک های دنیا کده ای زری تلختر است و ای خوراک جهنمی است. وقتی جهنمی ها گوشنه مشنه، اینمی چیز اینمی زری اونا را داده مشنه. لیس لهم طعام الا من ضریع، یعنی خوراک جهنمیا صرف و صرف زری است. یک از خوراک هایی که جهنمیا داده مشنه زری است. و درباره ازی زری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مگن که از تلخترین خوراک های دنیا کده بسیار زیاد تلخ است. یکی از خوراک ها و غذا های جهنمیا زقوم است. زقوم یک درختی بسیار بدبوی و بسیار تلخ مزه است و تلخیش مگه اقص شدت داره که مثل آتش وری در میده. دیگه پروردگار عالم من قرآن در باره زقوم اینی آیات را میفرما. این شجرت الزقوم تعامل اثیم، خداوند متعال مگه که بیشک شجره زقوم، این درختی زقوم خوراکی گناهکارا است. یا من دیگه آیات میفرمایا شجرت الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین،
که درخت زقوم مویر عذاب قرار داده برای ظالمین در جهنم خوراکی ظالمین در جهنم زقوم است. یکی از خوراک های جهنمیا که در صورت لیکوید و در صورت آو جهنمیا را داده مشنه، وقتی جهنمیا توشنه مشنه در گلون و در دان از نه اندخته مشنه، حمیم است. حمیم آوی بسیار زیاد جوش را مگه و سختی و جوشی و گرمی آخرت را مگه دنیا اصلا کمپیرش نمیتن. اوی قص شدید است که اصلا قابل کمپیرزن نیست. آوی بسیار جوش و را حمیم مگه وقتی ای جهنمی از شدت عذاب از شدت گرمی عذاب تشنه مشنه، تقاضای آو منه و در گلون از نه حمیم اندخته مشنه که پروردگار دوباره منی قرآن مجید اینی آیات را بیان کده. و سقو ماء حمیما فقطع امعاءهم، مگه ای جهنمی ها را کت حمیم سیراب کنین که وقتی ای حمیم در گلون از نه اندخته مشنه، ای گرمی از یاو ای قص زیاد است، ای قص ای آو جوش است که روده های از نار تیکه تیکه مونه، چوچه چوچه مونه روده های از نار. یک از دیگه خوراک هایی که جهنمی ها را در صورت لیکوید داده مشنه، در صورت آو داده مشنه، در وقت شدت تشنگی او سدید است. سدید چیز را مگه؟ سدید وقتی خون که در ریم قاطی شونه رنگ شی زرد رنگ شونه، ای را سدید مگه. پروردگار عالم منی قرآن بیان مونه، من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید. دوباره ظالما بیان مونه که ظالما وقتی در جهنم بوره لیکوید کنار داده مشنه، او چیزی کنار سیراب مونه ماء سدید است. خون که چرک کدی ریم وقتی یک جای شونه رنگ شی زرد رنگ شونه، اینی لیکوید در گلون از نه اندخته مشنه، اونایی که در دنیا ظلم مونه، اونایی که در دنیا نافرمانی پروردگار را مونه. و یک از دیگه غذاها و خوراک های جهنمیا غساق است. غساق زهر مار و گژدم را وقتی یک جای شونه اردویش جمع شونه در دانی جهنمیا اندخته مشنه در شدت تشنگی پروردگار عالم می فرماید ان للطاغین لشر مآب هذا فليذوقه حمیم و غساق. مگه بیشک جای طغیان کدنی والا جای گناهکارا بدترین جایگاه جهنم است. مگه اینا را بچشانین ددان از نابین دزنین حمیم و غساق زهری مار و گژدم و زهریله جانورا را یک جای کده ددان از نا اندخته مشنه. خب واقعا وقتی ای آیاتی قرآن مجید را انسان بشنه بار بار بریش غور و فکر کنه، بار بار سوچ کنه که ما منی یک اگر گناه کدوم ده یک اوتر جای مورم که اینی خوراک های از ماست و ایتر نیه که ما یک روز و دو روز ده زی جای بمونم، ما ممکنه برای همیشه یا برای هزارها لاکا و کرورا سال ده اینم زی حالت بمونم. و واقعا چی قصد سخت است، انسان همیشه فطرتا خود خو میخوایا از نقصانات بچاو کنه. وقتی بلی زی آیات انسان بشنه بار بار غور و فکر کنه آیات جهنم، واقعا این آیات این غور و فکر این سوچ کدو بلیزی آیات ها انسان را آهسته آهسته از گناه ها دور مونه. دیگه اگر مو میخوای از گناه ها بچاوشونی یک از راه هایشی است که این آیات جهنم را بیشنی کد غور و فکر تفکر و تدبر بیشنی بیخانی و یک لحظه وری بعض وقت انسان خود خور فکر کنه، سوچ کنه، دمزی جایگاه قرار بده که فرشته ها نعوذ بالله انسان را گرفته و اینمی خوراکار که پروردگار عالم در شدت بیان منه شدت چی و سختی شی اینمی را در دانی از مو نعوذ بالله بنداز نه. انسان واقعا چی قص سخت است، انسان سوچ کنه فرض دمزی دنیا ایگو منی گلاس بایرا خون و ریم روی برو انسان بیلا و در زور در کچوگ انسان بنداز نه. واقعا چی قص یک حقیقتی است که انسان اشی بچی ما دیگه اگر خدا نخواسته انسان گناه کنه آخرت اینمی انجامی انسان است. دیگه ما واقعا بیشنی باید فکر کنی، سوچ کنی، تفکر و تدبر کنی برای ازی آیات الهی اگر میخوای بندگی پروردگار رکنی و از گناه ها بچاو شونی. تا دیگه ویدیو را خیال خور بیلین، التماس دعا، خدا حافظ و ناصر شما.